عزیز ایران امیدوارم که هر جای دنیا هستین امیدوارم که خوش و سرحال و سربلند باشین ایمان دارم که ایرانیا به زودی زود آزادی کامل خواهند دین به مثل مردم دنیا سربلند زندگی میکنن این ایمان دارم خب امیدوارم که هفته دیگه اومد امیدوارم که همه خوب باشین به ما رو دارین نگاه میکنین کارگردان عزیز ما آقای یاسر جانه که امروز محبت کرده ما رو کارگردانی میکنه بعد اینکه شما همه دارین میدونم فوتبال دارین نگاه میکنین ولی خب خیلی ها فوتبال هم دوست ندارن شاید ما رو دارن نگاه میکنن ولی به هر حال هر جای دنیا هستین امیدوارم که خوش و سلامت باشید هفته دیگر اومد در خدمت شما هستیم ما بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم در خدمتتون خداوندا گذار و سپاس گذارم برای محبتت برای عشق خداوند برای این وقتی که به من دادی قدوس ای عیسی مسیح خداوند ای روی پاک مسیح خداوند برنامه من کنترل کن برنامه من تحت حمایت خودت بگیری خداوند و آنچی که خداوند نام تو جلال میده از زبانم بیرون بیاد خداوند کلام تو بر قلب بشینه تا حقیقتا تو قدوس آبیاری بکنی به ملت ما آزاد بشن ای قدوس امروز ما رو توی مایید بکن تا بتونیم به قوت قدرت احلا و قدرت اعلا خداوند، بتونیم برنامه ها رو به بهترین وجه به پیش ببریم شکر میکنیم به نام پر جلال عیسی مسیح خداوند آمین خوب شمالی عزیز شما چطورین شما خوبی این امیدوارم که در این زمستان که برف هم اومد در یلاغات لونکم دیدم توی سایدای مجازی که برف اومد خیلی خوشکله اسپلی دیلما ارچم که ما تنگ شده برای اسپلی ما ولی خب با امید خداوند به زودی زود میام خدمت شما <تصفح> میام در ایران عزیز ما میریم لونک میبینیم همه جاره می میبینیم با امید خدا خب مسئله مسئله ایران الان موقعیت حساسی داره حقیقتا ایران در موقعیت خیلی حساسه شما نگاه کنیم ونزوئلا که این همه بعد از چاوز اون مرده معاونه اومده این همه مردم تظاهرات میکنن واقعا دارن بدبختی میکشن ولی همه مردم ببین یک قدم تا پیروزی یعنی این میلیون ها آدم اومدن بیرون تظاهرات میکنن دارن بر علی دولتی که ظلم میکنه پا شدن ما هم حقیقتا یک قدم تا پیروزی رو انجام بدیم یک قدم خودمون بیذاریم میلیون ها آدم بیایم توی خیابونا رو پر کنیم باور بکنید اینا به سرعت میفتن باور بکنید شما یه چیزی که الان نمیدونین باور ندارین به خودتون حقیقتا باور ندارین به خودتون این حکومت افتاده این حکومت داغون شده هست باور بکنید این حکومت داغون شده است. ببین از ترس و لرز ببین چیکار داره میکنه شما نگاه بکنید بیزن من شعرم رو بخونم امروز شعر من یه ذره تفاوت داره با تمام شعرهایی که قبلا خوندم ولی ایمان دارم که خداوند هدایت کننده است <تصفح> میگی ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ اسلام دیگر مرد در ایران بیایید و بیایید این حج که گویند شمایید و شمایید کعبه همین جاست در ایران بیایید بیایید یک عمر برفتید به حج حج را نشناختید این کعبه مجنون که گویند همین جا در ایران این موج خروشان که بینید در ایران این قوم پریشان که بینید دل ایران از قوم عرب گشت جدا از ایران از قوم عرب گشت جدا ز ایران از اسلام از آین پلیدان بنگر خدا هست در ایران بنگر خدا هست در ایران آن کعبه اشاق همین جاست در ایران چون نام مسیح است آوازه ایران چون نام مسیح است آوازه ایران دی دیگر ایران گریخت از آین پلیدان گفتم این شعر ما یه ذره تفاوت داد با شعرهای دیگر امیدوارم که خوشتون اومده باشه برال میگن که تمام اونایی که کشیش اونهایی که معلم کتاب مقدس هستند همه میگن که ایران در کتاب مقدس نوشته که با اسرائیل میجنگه ما الان میبینیم که چهل سال ایران با اسرائیل داره میجنگه در سوریه، در فلسطین، در لوبلان، در یمن ایرانه که در سوریه تمام اون سپای پاسدارا هستن که اونجا موشک پرانی میکنن برای اسرائیل خب کتاب مقدس چجوری باید دیگه بهتون بگه کتاب مقدس گفت که می جنگه واقعا داره می جنگه چهل سال داره با اسرائیل می جنگه مگه شعارشو این نیست که نمیدونم از کربلا باید بریم برای قدس هی ما میگیم که کتاب مقدس باعث این بعد این گفته کتاب مقدس باید عملی بشه خب عملی شد ما الان باید پیروزی خداوند در ایران ببینیم واقعا باور ندارین شما چهل سال الان داره می جنگه معلمین کتاب مقدس میگن که باعثی این من خودم یه یه فکر کردم ولی خداوند برام دعا کردم باز کرد گفت که الان چهل سال با اسرائیل داره میجنگه همین دو روز پیش هم موشک انداخت به طرف اسرائیل از سوریه که اسرائیل اومد تمام هفهش تا پایگاهشون زد البته اینا همه پول ملت ایرانه پول بدبخت ایرانی که میره اونجا به موشک و نمیدونم جنگ افروزی اینجوری میشه ایرانی ها که خودشون راضی نیستن این هم بگم که الان فوتبال ایران و چینه که ایران دویی ای جلوه هی. امیدواریم که یه گل دیگه بزنه که بالاخره بهتر بشه بازی الان با ژاپن افتادیم اون بازی رو باید نگاه بکنیم اصلی بازی اونه به حال میخواستم به اون معلمان کتاب مقدس بگم که منتظر نباشین که این گفته خداوند عملی باشه گفته خداوند چهل سال عملی شد ما چهل سال است که خمینی اول که پاشو گذاشت توی ایران رفت تو قبرستان یعنی برای مرده ها صحبت کرد هر چیزی که وعده داشت میداد به مرده داشت میگفت وقتی بهش گفتم مرده ها داد دو قبرستان بود دیگه درست چند تا آدم زنده بود داشتین این نگاه می کرد. ولی برای مرده این شعرار داش می داد میداد شما رو به معنویت میرسانیم نمیدونم آب را مجانی میکنیم بغ را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم دیگه به اینام غانه نیستیم بله به هیچ کدومش غانه نبودم ولی از اون اول اومدن سرکوب شروع کردن تا حالا که هستن دارن مردم میکشن سه چهار روز پیش یه دختر سی و دو ساله بهایی رو در کردستان اینقدر گرفتن با خاطر شکنجه کردن داغون کردن تجاوز کردن به این دختر دختر خودش خودکشی کرد اینجوری به معنویات میخواست برسونه مردم ها دختر باکره رو میگیرن چون به اسم باییت یا به اسم مجاهدی یا مثلا به اسم کمونیست یا به اسم معاربه با خدا میگن که این باعثی تجاوز بکنیم به این این بره بهشت اینجوری میخواستن ما رو به معنویات برسونن آقای خمینی اومده بود صبح که اینجوری بود ملت ایران امروز داغونترین ملت دنیا شدن حس دیگه اون حس برتری که قبلا داشتن اصلا ندارن هیچی افتاده ترین شدن از نظر اخلاق رفتار فساد یک سری معدود الان که خوب موندن دیگه اونم معجزه است جوانهایی که میان آدم میبینه اصلا میبینه افکارهاشون اصلا یه چیزیه که واقعا آدم تو ایرانی انتظار نداره مثلا افکارهاشون اینجوری باشه برخوردهاشون اینجوری باشه رفتارهاشون اونجوری باشه واقعا من انتظار نداشتم چون 22 سال از ایران اومدم بیرون بالاخره تا اون موقع هم یه مقدار خوب بود باز منظورم امروز به زبانه زبان ما امروزه همیشه بر مرگ گفتن و مرگ گفتن بیرون میاد به زبان ما به شادی بیرون نمیاد همین خمینی که اومده بود تو اونجا زبان از اون اول مرگ گفته بود من توسط این ملت دو ده دهن دولت میزنم نمیدونم من اینو میکشم اونو میکشم اینو نابود میکنم تمام دستورهای قتل داده بود ملت ما باهوشن ولی این هوش خودشونو استفاده نمیکنن برای یه حرکت آخری پیروزی یعنی به اون آخر رسیدن دارن بوریدن مثلا فکر بکن توی دو میدانی هستی دیگه به خط پایان داری میرسی ولی بریدی میزی که آمپول بیسی زدن به ملت بی تفاوت شدیم ما ونزوئلا یا کشورهای دیگم شما نگاه بکنید وقتی دولت مردان حق اینا میخورن راحت میان بیرون درسته حالا میگین که آقا اینا میکشه بابا وقتی شما میلیونی آدم بیاین بیرون اینا چی میتونن بکنن حالا این ونزوئلا اون همه آدم اومد با این شلوغی میلیونی چی میتونه از دولت بکنه چجوری میتونه از اینا رو بکشه چجوری میتونه اینا رو به رگبار ببنده امروز نوبت شما ایرانیاست، که یه قدم بیزاریم بیرون میلیون ها بیفتین تا خودتون آزاد بکنین کشور دیگه تو حد آخر سقوطه شما نگاه کنید دلار دوازده تا گوش نوید هزار تومن پسته چار هزار تومن ببین کجاها ما رسیدیم ملت ایران دو میلیون یک میلیون حقوق داره بایدی به دلار خرج بکنه جنسا همین جوریس سعودی دارن میرن بالا میخواین کجای ایران کجا مثلا باشه شما یه قدم بیزاریم بیرون تا پیروز بشین حقیقتا چی چی این جمهوری اسلامی خوشتون میاد که نشستیم با این همدم شدین داریم میرین جلو همه میگن ولش کن بابا یکی چیزی میشه دیگه چی, چی ولش کن کجا ولش کن مگه برای خودش چیزی میشه هیچ تلفاتم هم نمیدین اگه میلیون ها آدم بیاین بیرون خودتون آزاد میکنین یه دفعه واقعا حکومت پلیدیه که روی کاره حکومت شیطانیه شما اگه واقعا برین این ببین ما همه ما در سال یا در شش ماه میریم چیه، چکاب میکنیم خودمونو ببینیم خون ما چی چیش بده چی چیش خوبه که بتونیم تنظیم بکنیم نه بعد چهل سال حاضر نیستیم خودتون یه چکاب بکنین من که ایمان دارم که این حکومت پایان کاره سیزده تا شرط دوازده تا یکی دیگه اضافه شد سینزده تا شرط برای آمریکا برای ایران گذاشت اگه اینا قبولن هم بکنن اون سینزده تا رو نمیتونن یعنی از دستشون در میره حکومت یعنی هر چیزی که تو کشور خارج تو کشورهای مثلا اروپایی میبینین اونجور حکومت بشه میتونین این حکومت ایران شما میبینین که مثل حکومت سکولار مثلا اروپایی بشه نمیتونه بشه که اینا دوزدی که دارن میکنن مثلا یه همین ببین سه بار تا الان سه بار دارم بهتون میگم این آخرین بار دارم میگم خداش پول هایی که اینا محسساتی که باز میکنن شما رو میگم بیا پول های سپرده بیذارین برای خود میدیم قبول نکنین پولاتون رو نذارین تو این محسسات نیو برای اینکه من میدونم اینا همهشون خودتون میدونین ما که الان از بیرون ما هیچی خودتون بهتر میدونین تا حالا چقدر این محسسات اومدن برشکستگی اعلام کردن پولاتونو خوردن به اینا اطمینان نکنین چهل ساله هی میگین اطمینان میکنین دوباره این کار میکنین پولتون میذارین دوباره اطمینان میکنین میبینین باز ضربه خوردین یعنی واقعا مایت این حکومت شما نشناختین حکومتی که سراسر دروغ دوز هر روزه یا دزدی دارن میکنن یا مردم آخه این نمیدونم چیه من عقیدم فرق میکنه با عقیده شما من با این محارب بشم چرا مگه تو این کشورهای خارج مگه کسی محارب میشه فقط این دین اسلام است که مادم میکنه همه رو فقط این دین اسلامه که شما اگه عقیدتون از اسلام جدا باشه باید شما رو بکشن کدوم دینه که میگه حتی شیطان پرست سنگ پرست هم نمیگه که تو اگه یه عقیده دیگه داری تو رو باید بکشم البته شیطان چرا؟ شیطان با افکار و رو روی تو تجاوز میکنه به تو رو یه کاری میکنه که تو از قاتل در بیای ولی کدوم دینه کی میگه اگه عقیدت با عقیده من فرق میکنه باید بمیری سعی بکنیم زبان ما به زبان خوب به زبان محبت خدا چون محبته زبان ما به زبان محبت بیرون بیاد این زبان تمام فتنه های دنیا زبانه هیچ کنترلی هم روی زبان نیست اگه شما کنترل نکنین زبان خودتون رو هر چی از ذهنتون بیاد از این زبان بیاد بیرون تمام زندگی رو نابود میکنه تمام دنیا رو نابود میکنه همون جوری که چهل سال اینا اومدن با زبان فقط گفتم مرگ بر این مرگ بر اون یا همیشه از این زبان نفرت به مردم یاد دادن اعدام یاد دادن خشونت یاد دادن به مردم شما نگاه کنید اون برادران لارجانی که الان چهار تا پنج تا چند نفرن تمام پست های مهم دارن تمام دزدیار دارن میکنن زمین خاری هایی که اینا کردن خودتون برین نگاه کنید همین تو ما شوی سایدا میبینین دزدی های می بینین اینا رو میبینین چقدر پول اینا دزدیدن در تمام کشورهای دنیا اینا حساب باز کردن به خصوص یه نفر به نام انصاری نمیشناسم من که نمیشناسم که میگه کلی پول از ایران برده بیرون که سرش هم خامنه ایه خامنه ای میخواد مثلا الان طرف روسیه رفته به خاطری که پسر خودش رو بشونه بعد از خودش ربر بشه هر چیزی هر چیزی که روسیه خاص داره بهش میده روسیه و انگلیس همیشه ما رو نابود کردن شما برین تاریخ بخونید ببینید روسیه و انگلیس در تاریخ بخونیم ببینید چی کرده با ایران چقدر ببین اینا حق ما رو خوردن باز تکیه میکنیم به روسیه باز تکیه میکنیم به انگلیس انگلیسی ها این اسلام آوردن برای ملت های جان سوم الان شما فکر نکنید تو قم علمیه قم مثلا میگن علمیه قوم تو انگلیسه دستورات از اونجا میاد خودشون یک پا علمیه اونجا ملا هستن سعی بکنیم که زبان ما به زبان خوش بیرون بیاد یک استراحت کوچی میکنیم یه سرود گوش میدیم برمیگردیم به شما دریا میزنندت بی صدا مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره زره از تو بودم با تو بودم ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن می توان ها را جابجا به جا کرد درد ها را بی صدا کرد مردگان را زنده اما جان فدای برها کرد چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم چو تفلی گیج و حیرانم میدانم خوب میدانم عمل بی عشق نتوانم با من باش مسیحا با من باش تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت به سان بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی با من باش مسیحا you yeah. yeah. سرفراز داشتیم میگفتیم زبان میتونی با یک زبان خوش با یک زبان خوب همه چی رو عوض بکنی واقعا با این زبان میشه زندگی رو به شادی آورد اصلا میشه با این زبان همه چیز رو عوض کرد اگه با زبانتون خوب صحبت بکنین نه این چهل سال که همیشه با زبان مرگ و نفرت و اینا رو به ما یاد دادن ملت ایران یکی یکی از باوشترین ملت های دنیاست حقیقتا یکی از باوشترین ملت های دنیاست ولی استفاده نمی کنیم ما از هوش ما استفاده نمی از این ابزاری که داریم تمام این مغزا همه فرار کردن اینایی که میتونن سازندگی بکنن در ایران واقعا میتونن یک ایران درست بکنن که در دنیا نمونه باشه ولی یک حکومتی داریم که همه این مغزا را فرار داد بی رو آورد همه این های بی آورد سر هر رس نشون که فقط به خاطر که اگه یه نفر با سواد بیاره بفهم کاری که نمیتونه کارهای خودشونو بکنن دوزی خودشونو بکنن کشور نابود بکنن که غصتشون نابود کردن کشور ایرانه در صورت که شما با یه قدم شما میتونین بیان توی خیابون میلونا آدم بیاین تو خیابون اینو بر علیش وایسی به با خودتون پیروز بکنین زندگی خودتون رو درست بکنین و زبان چیز مهمیه امروز من میخوام از یعقوب سه که میگه خطرات زبان ببین زبان چه خطراتی داره ببین چه کارهایی میتونه بکنه میریم امروز درس ما رو با یعقوب سه باب سه میگه برادران عزیز سعی نکنید اشتباهات دیگران را فوری به ایشان گوشزد کنید زیرا همه ما دوچار اشتباه میشویم که چهل سال ما داریم دوچار این اشتباهیم میگن که حرف داری میزنی یه نفر اشتباه میکنه همون لحظه بر نگرد بهش بگو که آقا تو اشتباه کردی تو فلان وایس حرفشو گوش بده وقتی گوش دادی میتونی با زبان خودت اشتباهاتش بهش بگی ولی در اون لحظه که داره حرف میزنه میفتی توی حرفش اون حرف خودش میزنه با این اگه بفهمم اشتباه هست داره صحبت خودش میکنه باعثی اول شنونده باشه آدم <coughs> میگه زیرا همه ای ما دوچار اشتباه میشویم به ما معلم دینی که احکام خدا را میدانیم اگر مرتکب اشتباه گردیم شدیدتر از دیگران مجازات خواهیم شد وقتی ما داریم تعلیم اینو میدیم تعلیم کتاب مقدس به شما میدیم اگه رفتار و کردار ما برعکس همه اینا که صحبت میکنیم باشه و مردم ما رو جور دیگه ببینه میگن بابا اینا که همه حرف میزنن که میسه شدن ملاها که نخی باید اعمال و ما و رفتار ما و گفتار ما باعثی گونه ای باشه که مردم ما رو ببینن که خدا چی کاری در زندگی ما انجام داده واقعا ببینن که ما تغییری کردیم هیچ کس صد درصد تغییر نمیکنه ولی حداقل حد در شاپور ببینن که سی درصد زندگیش عوض شده دیگه اون شاپور گذشته نیست اگه من اون شاپور گذاشته بودم که الان نه. نبودم اینجا که برای شما از خدا بگم از حقیقت زندگی براتون بگم میگم که کتاب مقدس حقیقتا حقیقت زندگیه شما خودتون بخونین خودتون تشخیص میدین که این زندگی رو به شما داره یاد میده یا نه مثل دینای دیگری که میگه بکش سر ببر دست ببور عیسی مسیح میگه که دش برای دشمن خودت دعای خیر بکن اگه دعا میکنی برای دشمن خودت از خدا برگردون با دعای تو ببین اون دشمن میشه دوست تو همه ما بایسی این کارو بکنیم که دشمنی ها رو نابود بکنیم بیایم دوستی ها رو تقویت بکنیم اگر کسی بتواند به زبان خود مسلط باشد داره صحبت میکنه چیزایی که داره میگه باعث این سنجیده صحبت بکنه غادر خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد یعنی میگه وقتی صحبت داره میکنه با این زبان سنجیده صحبت بکنه تمام زندگی خودش رو میتونه مسلط باشه و روی تسلط بر زندگی خودش با کلام خدا یا با وجدان خودش بره جلو میگه اسبی بزرگ را با دهنه کوچک مطیع خود میسازیم و او را به هر جایی که بخواهیم میبریم شما نگاه بکنید یک تیکه آهن کوچک میبندن به دهن اسب اسب به این بزرگی رو با یک حرکت کوچک اینور اونور اینو هر طرف که خودشون بخوان میبرن زبان ما هم خیلی کوچیکه در تمام هیکل ما یک سکان کوچک اینی فرمون ماشین میمونه یک کشتی بزرگ را که هر سو که خواست ناخدا باشد ایدایت میکند هر سو که ناخدا خواست میکنه حتی اگر باد شدید ببرزه شما نگاه بکنین یه سکان مثل فرمون ماشین میمونه کشتی عظیم در دریای طوفانی ناخدا میتونه اینو به هر سویی که خودش بخواد ایدایت بکنه با اون تسلطی که روی کارش داره روی اون کشتی داره به همون سکان کوچیک در دریای طوفانی این کشتی رو سلامت ببره بیرون واقعا اینا رو که میخونیم خوب توجه بکنیم. ببینیم واقعا چ... کلام خدا به ما چی داره یان میده. به ذرای زندگی خودمون خوبه. میگم که این کلام کلام روانشناسیه، کلام تعلیماتیه، کلام زندگیه، کلام حقیقته که میتونه زندگیهای ما رو عوض بکنه. میگه زبان نیز در بدن عضوی کوچک است زبان ما کوچکه دیگه چند سانته سه چهار سانت یا پنج سانت ولی چه خسارت سنگینی میتواند به بار آورد که در این چهل ساله زبانهای این حکومتداران ببینین هیچ نیچ به خوشی باز نمیشه به نفرت و به خشونت و به زبان مرگ باز میشه نه به محبت چهل سال با این زبان خشن با این زبان کوچک خودشون ایران به این بزرگی رو دارن نابود میکنن شما نگاه کنین بالا گفته که یه کشتی بزرگ و یه سکاندار یه ناخدای کشتی میتونه با این فرمون کوچیک سکانی که داره این کشتی عظیم و به هر طرفی که خاص به سلامت از این طوفان بگذارانه. ولی حکومت دارای ما نه ایران به سلامت نمیگذرانن از این طوفان بلکه بر طوفان ها اضافه میکنن هر روز هر روز دشمنی ها رو بر ملت ایران بیشتر میکنن که تمام همسایه همیشه جنگ 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 شما فکر میکنین که الان چهل سال داریم با اسرائیل میجنگین در جپه سور سوریه هستین در یمن هستین چهل سال پیش از اول اومدین هی گفتین باعث اسرائیل از نقشه جان بیفته بیرون یا اصلا اسرائیل نه آمریکا از جان باید بیفته بیرون مرگ بر آمریکا شما هیچ کشوری نمیتونین به این راحتی بکنین مگه کسی به شما میگه مرگ بر ایران و ایران میخواد از نقشه جغرافیایی بیندازی بیرون هیچ کشور این کار نمیکنه هیچ کشوری این نمیگه یک جنگل عظیم را میتوان با یک جرقه کوچک که همین چند ماه پیش جنوب کالیفرنیا که ما هستیم اینجا جنگلا آتش گرفته بودن چه خسارت عظیمی به بار آوردن یه جرقه کوچک شد که این خسارت عظیم رو به بار آورد رهبران ما حکومت داران ما با این زبان خودش یک کلمه میگن طوفان به پا میکنن تمام زندگی رو بر تمام ایرانیا زر میکنن چون نسنجیده از این زبان استفاده میکنن نسنجیده صحبت میکنن این یه جرقه کوچیک آتش میمونن که خسارت عظیمی به بار میاره برای ایران میگه زبان همچون زبانه آتش است لبریز از شرارت میباشد و تمام بدن را زهرالود می کند آتشی از که از جهنم میآید و میتواند تمام زندگی را نابود زندگی را به نابودی بکشد شما نگاه بکنین واقعا این زبان چقدر تاثیر داره در تمام زندگی یک انسان در تمام زندگی یک کشور یک دنیا که هر چیزی از زبانم بیرون میاد نندازم بیرون وقتی حرفی که میزنم کلی خرابی به بار میارم اونجا میشینن میگن اونجا هی میگن آقای خامنه ای می میشینه میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه آمریکا هیچ که اینا با چی زبان زشتی رهبر یک کشور شما نگاه چی صحبتای میگونه گویشاش نگاه بکن الفاظهایی به کار میبره که مثلا رهبر یک کشوره او که رهبر نیستین اصلا نمیدونه یه ارزش یک رهبریت یک کشوره نمیدونه این ارزش رهبریت یک دونه شاید بگم یه معسیسه کوچی که نمیتونه بکنه چه برسه یک کشور اونم رفسنجانی انداخت به جون ملت ایران که دیدین که رفسنجانی هم کشتن اینا اینجوری هن. ملت ایران خمینی روزی که از, فر... از آوردن به فرانسه از فرانسه آوردن به ایران بهش سوال کردن که ملتی که این همه کشته برای شما داد این همه احساس ابراز کردن برای شما که بیاین اینجا ایران چه احساسی دارین نسبت به این ملت میگه چی بعد چجوری این آدم میاد توی قبرستان میخواد شما رو به معنویات برسونه چجوری این آدمی که هیچ احساسی نداره به شما ملت ایران به کشور ایران میخواد شما رو به معنویات برسانه چجوری میخواد این حکومت ایران چجوری میخواد این ایران رو بلند بکنه سر بلند بکنه بین تمام دنیا از اول گفتار از این زبانش آمد بیرون هیچی ببین میگن یک کلمه وقتی حرف میزنی میتونی نابود بکنی میتونی بسازی با این زبان این زبان کوچیک اینقدر ارزشمنده وقتی صحبت داری میکنی تو صحبت محبت بکنی یا صحبتی بکنی که همه چیزو عوض بکنه به نفع ملت بشه بعد اونجا اومد به غبر توی قبرستان صحبت کرد وعده هایی که داد با این زبان بود دیگه میگن همه چی دارن در رابطه با زبان خداوند داره صحبت میکنه کلام خدا راجع به این زبان کوچک داره زبان کوچک داره صحبت میکنه که در بدن یک انسانه ببین چقدر میتونیم و... الان اگه یک ربری باشه خوب با زبان ملایم با زبان محبت صحبت بکنه با دنیا ببین چقدر تاثیر داره 180 درجه فرق میکنه برای ملت ایران برای ایران تا که میخوایم وایسیم و با از زبان اینا بشنویم مرگ و نابودی رو توی این سایدهای مجازی من میدونم همه شما میبینین چون هر نفری هر روزش چند ساعت روی تلفن این اونور بکنه تفلای کوچک روی پیادرو خوابیدن با بدبختی و بیچارگی گل فروشی که یه دون دختر گل فروش بود که کارمند شهرداری اومد دختره رو زد و گلارو رو گفت زور تو گل باید بخوری این دیدی من نمیدونم تو ساید دیدی یا نه گل زور داد به دختره که بخوره بعدا وقتی دید توی سایدهای مجازی این افتاده خود دولت اومد گفت نخی بیا ما شما کجا معبد میکنیم به این ملت اگه تو معبد میکردی این بچه الان توی کلاس درس بود نمی اومد توی خیابونا گل فروشی بکنه یا ماشینا رو پاک بکنه یا برای پدر و مادر مریضش بچه که میخواد بازی بکنه از بچگیش استفاده بکنه و درس بکنه به بازی بچگانه بکنه بیاد پول در بیاره برای پدر مادرش که پدر مادرش بدبختن خود چجوری این بچه وقتی بزرگ شد به اون جایی میرسه که یک انسان باید برسه معلومه در خیابان و در اینجور بدبختیاتو نمیتونی به اون جایگاه اصلی خودت برسی خداوند ما رو نیافریده که ما بدبختی و بیچارگی بکشیم خداوند کشوری به ایرانیا داد که پر از نعمته پر از زیبایی. چه میخواین دیگه به شما بدهید که کشور ایران چی میخواین؟ هر چیزی که میخواین داره مردم باغوش نداره که داره کشور باصفا نداره که داره زیبایی طبیعت که نداره داره پول و نفت و طلا نداره که داره چی میخواین دیگه؟ خداوند چی میخواست به این کشور بده؟ که نداد حکومتی که ما روی اشتباه خودمون اینا رو آوردیم همه ای ما چوبون اشتباهات داریم میخوریم البته ما همه عروسق کوکی بودیم اونایی که بالا بودن و قول خودشون باسواد بودن کمونیست بودن شاه این همه زحمت کشید که کمونیست نیاد ولی عوضش یک حکومت سیای اومد بدتر از کمونیست یک حکومت دینی عصر عجری اومد بدتر از کمونیست کشوری که حکومتی که میاد برات قانون دینی میذاره که اگه یه نفر دو اگه بیست تومن اونجا دزدیده دستش باید قد بکنی در صورتی خودشون دارن میلیاردا میلیاردا میدوزدن همین پری روز میگن سه میلیارد و نیم گم شد شما میخواین باز هستین فکر میکنین که این حکومت تغییر میکنه این حکومت بهتر میشه من نمیدونم برای چی نشستین شما میخواین روز به قول بعضی میان اون روز یه مرد اومد گفت که مردم خودش داشت خودش هم نشون داد گفت بدبختی از این بالاتر میشه که هر روز من دارم صد بار میمیرم به خامنه ای گفت تو دوز به خامنه ای گفت که تو یک رهبر بی سوادی ملت ما خیلی هاشون الان میفهمن و میان صحبت میکنن دیگه اون ترس رفته ازشون شما میبینید توی خیابونا همه هر چی دلشون بخواد میگن ولی یک دونه عمل کوچک میخواد که تمام ایرانیا باید بکنن یک قدم یک قدم تا پیروزی بیاین همه تو خیابونا من تو ماواره نیستم که این حرفا میزنم من توی آنلاینم یه تلویزیون آنلاینی هستیم یه ایده معدودی ما رو میبینن ولی باز شوق میکنیم برای اون بینندگانی که ما رو میبینن و از کلام خدا که میگیم استفاده میکنن چون دل ما برای ایران میتپه حقیقتا دوست دارم که ایران من واقعا اون ایرانی بشه که از قبلم بهتر بشه و میشه باور بکنیم میشه اگه شما برگردین این حکومت بندازین بهتر از اون حکومت شام میشه حتی چون حالا دیگه تکنو، اصر تکنولوژی اصر ارتباطات تمام این جهان یه دهکته کوچیک شد برای مردم اینقدر ارتباطات نزدیکه خداوند این هوش زکاوتی که به مردم دنیا داده به خاطر همین که علم خدا میگه انسان به شکل خودم آفریدم هوش خدایی رو ما داریم میتونیم هر کاری از انجام بدیم ولی در رای خوب نه رای بد نه رای جنگ و نفرت تا کی باعث نفرت نفرت اگر هم این رژیم انداختیم ملت باید الان نفرتتون بره بیرون محبتتون باید کار بکنه محبتونو میندازه اونا رو میندازه به همدیگه محبت بکنیم بیایم بیرون دشمن همدیگر نباشین وقتی همه با هم محبت بکنین همدست میشین آزاد میشین از اینا میخوایم به کدوم درجه دیگه برسیم ما بگیم که آقا پاشیم میگی انسان توانسته از هر گونه حیوان وحشی پرنده و خزنده و جاندار دریایی را رام کند و بعد از این نیز رام خواهد کرد اما هیچ انسانی نمیتواند زبان را رام کند چون زبان هرچی دلت میخواد با این زبان میگی دیگه بس زبان اگه به محبت و به خوبی و به تعلیم باز بشه چقدر خوبه برای تمام انسانها اینقدر این زبان خطرناکه اگه در راه درست صحبت نکنی در راه سلامت صحبت نکنی در راه محبت صحبت نکنی چون خدا محبته انسانم در دلش محبت هست ولی شریر و شیطان میاد محبتها رو میزنه و رو صدو هشتاد درجه عوض میکنه میبره به اون رای که نباید بره میگه زبان همچون مار سمی همیشه آماده است تا زر کشنده خود را بیرون بریزد ببین اینایی که میگن ما زرنگیم مثل این حکومت دارا که دزدی میکنن این همه غالتاگری میکنن میگن ما زرنگیم بیم با این زبان همیشه دارن زبان مرگ و نفرت و لحنت رو دارن میفرسن بیرون زبانشون به خوبی بیرون نمیاد همیشه مثل مار سمی دارن نیش میزنن چه به ملت ایران چه به همسایگان شما نگاه از اینجا راه افتادن رفتن توی سوریه هستن که ما اسرائیل بزنیم رفتن توی یمن که ما با کشور جنگ بکنیم همه جا اینا دارن خرابکاری میکنن اسم ملت ایران دارن خراب میکنن اگه توی سوریه که این همه آواره شدن الان به سوریه میگیم میگم آدم ها ایرانی ها رو نفرت دارن از ایرانی ها ما که نبودیم ما ای ای مردم ایران که نبودن مردم آواره کردن توی سوریه که این دولت ایران بود که ملت سوریه رو آواره کرد بس امروز ما بیایم این زبان رو کنترل بکنیم و این زبان رو ما رو به محبت باز بکنیم به زبان خوش صحبت بکنیم به زبان تعلیم صحبت بکنیم به زبانی که مردم هدایت بکنیم نه به زبان خرابکاری به زبان سمی به زبان جرقه آتش زدن امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح زبانهای ایرانیان مبارک باشه به نام پرجلال عیسی مسیح و از زبان ایرانیا محبت و شادی و خوشی بیاد بیرون سلامتی بیاد بیرون نسم بیاد بیرون امروز دعا میکنم برای تمام ملت ایران که با این زبان خودشون اینقدر محبت و خوبی و خوشی بیاد بیرون که زندگیشون پر از نور خدا باشه و پر از نور و محبت خدا و برکت خدا باشه در زندگیشون پیروزی شما رو میبینم ملت ایران و در خدای پرجلار در نام عیسی مسیح میطلبم پیروزی هر ایرانی رو بر ظلم ستم بر این حکومتی که چهل سال شما رو داره به زندان و داغون شما رو داغدار کرده خداوند هرچی زود اینا رو سرنگون میکنه ایمان دارم شما رو به خدا میسپرم در سلامتی و پیروزی زندگی بکنین و زبانتون به محبت باز بشه شما می تا هفته دیگر بدرود تا درود دیگر مرسی